اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. هفته که به حساب امیدواریم که محصلین عزیز صحتمند و عافیت باشین و این هفته که ما صحبت میکنیم از مضمون ژئولوژی هفته دهم که موضوعاتی که در این هفته به حساب جایگزین است در این سلایت ها احجار ولکانیکی و روش های شناسایی مینرال ها موضوع و ما میتونیم اهداف از اینه که به حساب ما به خصوصیات ای مینرال ها آشنایی به حساب زیاده حاصل کنیم و همچنین میتونن به حساب محصلین از طریق لابراتوار ای احجار به حساب تجزیه و تحلیل کنن و مینرال های ساده و بسیط از این مینرال ها چکار کنن؟ جدا کنن و در اثر ترکیب این مینرال های بسی به حساب مینرال های مغلق که تشکیل شده یک مینرال به حساب جدیدی که به وجود می آید او رو بتونن شناسایی کنن. احجار ولکانیکی که به حساب پیشتر هم صحبت کردیم که امو احجار به حساب چیز میشه، ناریه میشه که از ولکانیک لاوا مگما که در سطح زمین به لاوا تبدیل میشن به حساب علمو حالت که آهسته آهسته سرد میشه و سخت میشه به شکل فلسایت ها یا به حساب فلسه ها روی از این احجار به شکل ذرات شیشه‌ای به حساب پوشیده میشه که ما میتونیم این به حساب حکم کنیم که کوارتز و فلدسپارها بیشتر از اینا از تشکیل احجار ولکانیکی هست که از قشر زمین به مگما به لاوا تبدیل شده و چون در طبیعت زیادتر به حساب مینرال هایی که وجود داره به شکل فراوانتر همی فلدسپار و کوارتز پس اینا علمو احجار ناریی هست که باز آهسته آهسته به احجار متحوله و احجار راسبه اینا تبدیل میشه و همچنین در این بخش به حساب موضوع بسیار اساسیه که در ژئولوژی رول اساسی داره که ما روی شناسایی مینرال ها بحث داشته باشیم که ما به چی شکل بهتاب میتونیم مینرال ها شناسایی کنیم پس مینرال ها برای روش های مختلف میتونیم ما اونا شناسایی کنیم که از جمله رنگ شعله مثلا ما یک مینرال میکوبیم خب رنگ شعله و همچنین طیف نوری مایکروسکوپ الکترونی مایکروسکوپ پلاریزون و همچنین اشعه ایکس کیدا یک با یک برای شما به شکل به حساب تحلیلی رو از اونا صحبت هایی داره رنگ شعله در این روش تکه از مینرال ما میگیرین او رو پودر میکنین و بعد از او که پودر کردین کوشش میکنین که او سلوشن کنین اگر با آب سلوشن شد چه بهتر و اگر نشد به شکلی از اسیدها به او اضافه میکنین و وقتی که اضافه کردین اسیدها میتونن اینا به حساب حل کنن در تو سلوشن شد و به این شکل هم سلوشن نشدن ما میتونین خود قلوی ها اینا رو بوسوزونین به درجات حرارت بالا و بعد از این قلوی که سوختانده شد با اسید یک جا کنین و اونا سلوشن میشن و بعض سلوشن که شدن ما در اثر پی ایچ ما میتونیم که به حساب قلویت یا اسیدیت از این پیدا کنین و اگر اسیدی بود قلوی اضافه کنین که خونسا شه و اگر قلوی بود اسید اضافه کنیم خونسا شه بعد از اون توسط یک راد شیشه‌ای بین به حساب بین
ای سلوشن قطه میدین و شعله ایتایل الکل ما روشن میکنین و شعله ایتایل الکل یک شعله آبی رنگیه که بعد از او ایراد شیشه اگر پیش کنین به شعله، شعله چکار میکنه؟ تغییر رنگ میده. مثلا اگر منرال هایی که در ترکیب از او فلز سودیم باشه یا سودیمی باشه اگر پیش کنین رنگ شولر زرد میکنه از حالت بنفشه که وجود داره و اگر منرال های پوتاشیمی باشه ما او راد شیشه بین از اون قطعه دین بین از اون سلوشن پیش کنین رنگ سوسنی میشه. پس ما میتونین منرال ها را از طریق رنگ و ترکیبات کیمیاوی که در این منرال ها وجود داره ما بتونیم که به حساب منرال شناسایی کنیم از طریق چی؟ رنگ شعله. دیگه از طریق طیف نوریه که در این روش مقدار اندکی از منرال در دستگاه با یک جرقه الکترونی در فشار زیاد کار میکنن قرار میدن تا منرال از حالت جامد خو این منرال به حالت بخار تبدیل میشه و در اثر بخاری که دارن از طریق طیف نوری ما میتونیم به حساب کتیون ها و انیون ها از اونا تشخیص کنیم و او کتیون ها و انیون ها را از طریق رنگ پلوی هم چیده و منرال را ما چکار کنیم؟ تثبیت کنیم. پس طیف نوری در شناخت منرال رول اساسی و ارزنده به حساب بازی می کنیم که شما طیف نوری را می بینید. چند تا طیف نوری به حساب تصاویر گذاشته شده که رنگ‌های مختلف از منشور عبور کرده و وقتی که او شکل گاز باشه او رنگ‌ها از او بخار یا از او گاز عبور میکنه و از روی از او رنگ‌ها ترکیباتی که در این منرال وجود داره مشخص میشه و در اثر مشخص ترکیبات روی پلوی هم میچینن او ترکیبات او رنگار و بعد از اون منرال خاص چکار میشه؟ معلوم میشه. دیگه مایکروسکوپ پلاریزانه. خود پلاریزان مایکروسکوپ ما دو رقم مایکروسکوپ داریم. مایکروسکوپ های ساده داریم، مایکروسکوپ های نوری داریم، مایکروسکوپ های پلاریزان داریم و الکترو مایکروسکوپ داریم که مایکروسکوپ های الکترونی میگن. من مولکول های میکروسکوپ های پلاریزان میکروسکوپ های قطبندم میگن که نورای به حساب پلاریزان دارن، نور قطبنده دارن که نور قطبنده یعنی میتونه نور به حساب چند کنه. هر قدر نور در میکروسکوپ زیادتر باشه ما میتونیم به حساب منرال بهتر شناسایی کنیم که یک منرال میگیرن در اثر به حساب تقسیم کردن از او میبرن، برش میکنن و بسیار با قطر بسیار کم نازکی او برش میشه و به شکل کیور سلاید او تبدیل میشه و او کیور سلاید روی سلاید میگذارن و در اثر نور قطبنده یا نور پلاریزان داده میشه و اون نور میتونه به حساب انعکاس کنه، عبور کنه از منرال و او انعکاس کنه روی ابجکتیف به حساب مایکروسکوپ. از طریق ابجکتیف مایکروسکوپ ما میتونیم که به حساب خود توسط به حساب آله تعدیل کننده مایکروسکوپ او دقیق کنین و وقتی که دقیق میکنین با ابجکتیف های به حساب بزرگ نماهای بسیار دقیق او ما میتونین منرال
تشخیص کنین از نظر به حساب ساختمان داخلی ازی و شکل ظاهری ازی، ساختمان داخلی ازی که ای کیوبیک، این منرال دیاگونال، این منرال تتراگونال و این منرال هگزاگونال، ارترومبیک هر کدومی که بود از روی کریستال از او تثبیت میشه و او به امو ساختمان ازی به امو سیستم به حساب سنپندی میشه. در اثر سنپندی سیستم ما میتونیم منرال تشخیص کنیم که منرال ای کوارتز، ای منرال به حساب گبروه، ای منرال اوگت، ای منرال اولوین، ای منرال به حساب میتونه که به حساب جپسیم باشه یا کلساید باشه یا منرال های مختلف. پس از طریق به حساب مایکروسکوپ پلاریزان یا مایکروسکوپ های قطبنده ما میتونیم کریستالار از ساختمان داخلی یا جینوتایپ از اینا و شکل ظاهری و فینوتایپ از اینا به حساب ما تشخیص کنیم و در اثر تشخیص منرال به حساب شناسایی کنیم که این منرال به کدام خاندان و بالاخره این منرال چی هست. دیگه منرالی که داریم، ما موضوعی که داریم مایکروسکوپ الکترونیه که در مایکروسکوپ الکترونی نیز این جسم به حساب لایه نازک از این منرال گذاشته میشه و مایکروسکوپ الکترونی در حدود 70 ابجکتیف داره. اگر ما با پلاریزان یک یا دو ابجکتیف داریم، در مایکروسکوپ به حساب الکترونی 70 ابجکتیف داره که ابجکتیف ها میتونه به حساب یک ذره به حساب بسیار به میلیون ها مرتبه او بزرگ نمایی کنه و در اثر از او بزرگ نمایی ما میتونیم دقیق به حساب ساختمان های داخلی و حتی زوایای به حساب کریستال ها که زاویه 90 درجه یا 60 درجه یا به حساب الفا مساوی بیتا، بیتا مساوی به گاماه یا خلاف گاماه، ما از طریق ازی مایکروسکوپ ما میتونیم مشاهده کنیم که این مایکروسکوپ ها قیمت های بسیار بالایی دارن و عموما در مراکز تحقیقاتی به حساب لابراتواری به حساب دانشگاه های بسیار بزرگ وجود داره و اگر به حساب همو اقتصاد در همو دانشگاه باشه میتونه که به حساب اون دانشگاه مایکروسکوپ الکترونی داشته باشه که از اون طریق هم بخش به حساب ژئولوژی و بخش میکروبیولوژی و بخش بیولوژی و بخش بوتانی از این مایکروسکوپ استفاده های ازمیر میتونن بکنن. او نظر به اقتصاد همون دانشگاه و همچنین لایه نازک از این منرال گفتیم که ما آماده میکنیم به شکل به حساب کور سلاید روی سلاید میگذاریم و میکروسکوپ چارچای الکترونی که روی از او منرال برخورد میکنه و بخش از او به حساب انعکاس میده و او امو نور جذب میکنه و بعد از او تجزیه و تحلیل میکنه و او رو نکاس میده و به مو صفحه ویژی که هسته به شکل به حساب کریستالوگرافی یا به حساب او در میایه. کریستالوگرافی یعنی به تصویر آمدن گراف یک کریستال روی یک کاغذ بیرون میشه و از روی از کریستالوگرافی ما منرال به سیستم و بالاخره منرال تشخیص میکنین و مشخص میشه که این منرال کدام منرال. دیگه موضوعی که هست اشعه اکس که امو در درس‌های پیشتر که صحبت شد
امو دیفرکشن اشعه رنتگینی ساختمانیه که امو اشعه اکس که ما میتونیم که بسیار کاربرد بسیار زیادی داره در تمام به حساب ساحات هم در طبابت هم در زراعت هم در صنعت رول اساسی را اشعه اکس بازی میکنه و همچنین اشعه به حساب گاما بازی میکنه که ما میتونیم از طریق اشعه اکس یا دیفرکشن اشعه رنتگینی ساختمانی ما یک منرال به حساب به شکل گاز تبدیل میکنیم و اون منرال به حساب داخل سیستم میشه او گاز و ما میتونیم توسط به حساب امون ماشین های اسپکتروسکوپ او رو مطالعه کنیم و اون نور بونج تابیده میشه برو از او و بالاخره به سیستم های مختلف با ابجکتیف های مختلف امو دسکا میتونه به حساب به شکل دسته‌ای به حساب دیفرکشن اشعه رنتگینی یا اشعه اکس برو از او تابانده میشه. در اثر تاباندن به حساب او اشعه میتونه که به حساب بالاخره به تصویر بیایه که امو کریستالوگرافی میشه که روی امو صفحه او آشکارسازی میشه که کریستال ساختمان داخلی ازی به حساب به چی شکله و از روی ساختمان داخلی و زوایای مختلفی که در او کریستال وجود داره او به تصویر آورده میشه و بعد از او رو از او قاور بررسی میشه و از نظر به حساب ساختمان داخلی یا جنوتایپ و شکل ظاهری به سیستم سنفندی میشه و از روی سیستم با خواص این منرال با خواص منرال هایی که در فوق ذکر کردیم به حساب اگر مشابهت داشته باشه منرال اساسی موجه ذکر میشه که منرال کدام منراله.